میدونم توی ذهن خیلیاتون این سوال هست که تفاوت بین پروتئین وی ایزوله و پروتئین وی کنسانتره چیه توی این ویدیو میخواییم با هم دیگه این دوتا پروتئین رو بررسی کنیم ببینیم که این پروتئینها ها چه تفاوتی دارن به لحاظ قیمت به لحاظ کارایی و کیفیت و تمام نکاتی که راجع به این دوتا پروتئین قراره شما بدونید رو من میخوام بهتون بگم امروز میخوایم در رابطه با تفاوت پروتئین وی کنسانتره و پروتئین وی ایزوله با هم دیگه صحبت کنیم ببینیم هر کدوم چه مزیتی داره تفاوت قیمتی رو ببینیم ببینیم که هر کدومش برای چه افرادی خوبه و در آخر ویدیو هم سوالات رایج در رابطه با پروتئین وی رو پاسخ میدم سوالاتی نظیر این که روزی چند گرم چند پیمانه بهترین زمان مصرفش کیه و اینکه اونو با آب مصرف کنیم با شیر مصرف کنیم تمام تقریبا تمام سوالاتی که راجع به پروتئین وی هست رو در آخر ویدیو جواب میدم خب بریم اصلا اولش ببینیم که پروتئین وی چیه پروتئین وی از در واقع از شیر درست میشه یعنی اینکه ما اگر بخوایم محتوای پروتئینی شیر رو در نظر بگیریم از 100 درصد چیزی حدود 80 درصدش پروتئین کازئینه و چیزی حدود 20 درصدش پروتئین وی حالا تفاوت این دو تا پروتئین چیه حالا به لحاظ اسید آمینه های ضروری جفتشون کاملا تمام اسید آمینهای های ضروری رو دارن و یک سری تفاوت های جزئی در آمینو اسید ها دارن مثلا پروتئین وی بی سی ای و همینطور لوسین بیشتری نسبت به کازین داره و از طرفی فرم مولکولی پروتئین وی به شکلیه که خیلی زودتر بعدا اون رو میتونه جذب کنه و ازش استفاده کنه ولی پروتئین وی خیلی دیرتر از دستگاه گوارش در واقع رد میشه و میتونه مدت بیشتری تو دستگاه گوارش بمونه حالا پروتئین وی از شیر درست میشه یعنی که ما اون 80 درصد رو بذاریم کنار کارخونه ها میان یعنی از اون 20 درصد پورتین وی رو به ما میدن که این چند تا مرحله رو طی میکنه که اگه بخوام به مراتب مرحله ای بهتون بگم اولش میشه پورتین کنسانتره بعدش میشه پورتین ایزوله بعدش هم میشه پورتین هیدرولیزه حالا تفاوت پروتئین وی ایزوله و وی کنسانتره که خیلی رایج شده توی بازار چیه؟ خیلی دیدیم دیگه میگه آقا لابل ما فقط پروتئین ایزوله میخوام واقعیت اینجاست که پروتئین کنسانتره وقتی که اون 20 درصدی که صحبتش کردیم توی حالا مراحل فراوری تا حدی ناخالصی ها میشه و منطقه این میرسه که تقریبا 80 درصد از اون 100 درصد محتوای پروتئینی میشه پروتئین و چیزی حدود 20 درصد میشه ناخالصی نظیر لاکتوز نظیر غند و چربی و چیز این شکلی حالا نکته اینجاست که شاید قدیمترها یه مقدار کیفیت کنسانترا پایینتر بود معمولا حجم لاکتوز بیشتری داشت الان به یه سمتی رفتیم که حتی پروتئین های کنسانتره هم تا جایی که میشه یعنی حتی همون از اون 20 درصد سعی میکنن لاکتوزش و عواملی که میتونه واسه دستگاه گوارش یه مقدار مخل باشه رو حذفش میکنن و جوری میشه که دیگه تقریبا بیشتر افراد میتونن استفاده کنن ولی پروتئین وی ایزوله باز یک مرحله از این فراوری بالاتر میره و این خلوص رو یه مقدار بیشتر میکنه یعنی پروتئین همون پروتئینه فقط فیلتریشنش یه مقدار بیشتر شده و در واقع ناخالصیش کمتر شده یعنی دیگه به جای 8 تا 85 درصد پروتئین تقریبا 90 تا 92 درصد پروتئین داره و کمتر از 10 درصد ناخالصی داره یعنی در واقع میشه گفت تفاوت این دو تا پروتئین فقط همینه هیچ تفاوت دیگه ای با هم دیگه ندارن حالا بحث تم هاست که خب دقیقا اگه یک شرکت داره پروتئین کنسانتره بلند یا حالا پروتئین ایزوله میزنه قطعا همون تم رو تو همشون میریزه فقط این مقدار پروتئین و ناخالصی کمتری داره که اونا عددش خیلی چشمگیر نیست حالا من صحبتم اینه که ببینید شاید یکی توی خارج از کشور باشه به لحاظ قیمتی هم براش خیلی فرق نکنه هم ایزوله می اوکی ولی خب با توجه به بازار کشور ما توی ایران این دوتا تفاوت قیمتی دارن و تفاوت قیمتیشون به نظر من یه ذره بیشتر از این ده درصد است که با هم صحبت کردیم یه جایی کار تو میگه میگه اوکی آقا این 80 درصد 85 درصد پروتئین داره حالا ایزولا هم میگیم 93 درصد پروتئین داره تفاوتشون هم 200 هزار تومانه میگه اوکی مسئله ای نداره ولی واقعیت اینجاست اون بچه‌ای که توی دستش دستی براتش دارن میدونن تفاوت پروتئین های ایزوله و کنسانتره شاید چیزی بالغ بر یک میلیون تا یک میلیون و 500 توی هر قوطی پروتئین باشه که میگم از نظر من تقریبا میتونم بگم که واقعا اگر شرایطی که الان میگم رو ندارید اصلا لزومی نداره نه یعنی اون پروتئین کنسانتره هم کفایت میکنه و از اون جالبتر اینه که من الان چیزی که دارم میبینم توی حداقل دو سال اخیر بیشتر کمپانی ها دارن پوک های غیر ایزوله شون رو از حالات کنسانتره محض خارج میکنن و دارن تبدیلش میکنن به پروتئین‌های های بلند ترکیبی یعنی که بیشترش کنسانتره است ولی داخل خودش یه موقع ایزولو هیدرولیزه هم داره هیدرولیزه حتی از ایزوله هم بهتره بنابراین من پیشنهاد میکنم اگر واقعا دستگاه گوارش حساسی نداری و میتونی لبنیات لاکتوزدار رو هضم کنی و کلا دستگاه گوارشت از اون دستگاه گوارشی نیست که خیلی از کنه با خیال راحت میتونی پروتین های ای که کیفیتش بالا باشه رو مصرف کنی و لزومی نداره به نظر من آورده ای نداره من میخوام یک میلیون تا یک میلیون و پونصد هزینه کنم واسه یه قوطی پروتئین بیشتر از اون که حالا مثلا تو یک حجم پروتئین دو کیلویی قرار در آخر مثلا به من 100 گرم پروتئین بیشتر بده واقعا از نظر من ارزشی نداره و حالا همونطور که دارید میبینید خب این پروتئین کنستانتر است پروتئین ایزوله این به لحاظ تم من برندهای زیادی رو با هم دیگه مقایسه کردم واقعا حتی به لحاظ تم شاید بشه گفت کنسانتره یک مقدار شاید خوشمزه تره حالا دلایلش رو من نمیدونم چه دلایلی میتونه داشته باشه و برای منی که شخصا واقعا یه مقدار گوارش حساسی دارم البته حساسیت گوارش من بیشتر مربوط به نشاسته است یعنی آمیلاز هم یه مقدار مشکل داره ولی به راحتی پروتئین های بلند یا کنسنترا رو مصرف میکنم هیچ مشکلی هم برام پیش نمیاد و حالا تفاوت این دو تا رو هم دیگه فهمیدیم دیدیم که خیلی تفاوت آنچنانی ندارن حالا میریم میبینی که بعضی خیلی مثلا میگن ال لوبل نام پروتئین ایزوله میخوام مربی گفته چون تو تر... تو رژیمی باید ایزوله بخوریم من میگم بگم آخه عزیز دل مثلا 50 کالری توی هر اسکوپ حد اکثر 50 کالری توی هر اسکوپ میخواد تفاوت داشته باشه که نیست واقعا چنین چیزی شاید مقدار کالری که توی و ایزوله است نهایتا تفاوتش 30 کالری باشه خب تو یعنی واقعا توی اون رژیمت الان انقدر دقیقی که مثلا اون سی کالریه برات مهمه واقعا اینه که چنین چیزی نیست خیلی از مربی‌ها به نظر من بیشتر دنبال سودجویی حالا درسته که توی هر دوتاش سود وجود داره ها شاید بیشتر دنبال اینه که پیچیده کنن قضیه چون خیلی از مربی‌ها علاقه من به اینن که با پیچیده سازی قضیه بگم ما آدمای خفنی هستیم بریم سراغ سوال سوالات اصلی راجع به پروتئین وی آقا یه سوال پیش میاد که من بهترین زمان مصرف پروتئین وی ام چه زمانی باشه بهترین زمان نداره نیاز پروتئینی هر شخص مشخصه مثلا اگه روزی 150 گرم نیاز پروتئینی داری قراره 100 گرمش تغذیه تامین صبونه نهار شامت میشه تغذیه دو تا دیگه میمونه این وسط که دوست داشته باشی میتونی با پروتئین وی بخوری یعنی هم میتونه میان وعده باشه هم میتونه غیر میان وعده باشه قبل باشه بعد باشه بایدی در کار نیست چون مکمل غذایی قرار سبد پروتئینی روزانه رو تکمیل کنه یک ایهامی وجود داره که قدیم و کمپانی های که پروتئین وی درست میکنن خیلی ادعا داشتن برای اینکه وای اگه تو تمرین میکنی بلافاصله بعد از تمرین اگه پروتئین رو نرسونی باخت دادی ولی واقعیتش اینه که چنین چیزی نیست پژوهش های زیاد و معتبر از افراد بزرگی داریم نشون میده که آقا شما پروتئین روزانت اگر به شکل کامل از منابع با کیفیت برسه حقیقتش اینه که تا بعد, بعد از تمرین اصلا عجله‌ای برای مصرفش نداریم و با با خیال راحت حتی تا 5 ساعت مثلا مثلا تا 5 ساعت بعدش هم بخوای پروتئین بخوری مشکلی پیش نمیاد به شرط اینکه 4 تا 5 وعده غذای پروتئین کامل بهت برس سوال بعدی پیش میاد که آقا من با چه مقدار آب اونو قاطی کنم آب یا شیر با جفتش میشه اگر میخوای با شیر میکسش کنی یادت باشه دیگه شیر با خودش داری کالری میاره دیگه و اگر اگر گوارش حساسی داری باز یادت باشه شیرهایی که لاکتوز دارن یه مقدار با اینا ترکیب بشن میتونه حتی به گوارش یه مقدار بیشتر فشار بیاره چیزی روزی یک تا یک دیوان واقعیتش اینه که من خودم سعی میکنم برای اولین بارش که میخوام میکس کنم یه مقدار آب کمتری بریزم چون مزه بهتری بهم به بده چون عموما ما ورزشکارا مزه خیلی خوب رو در طول روز نداریم بعدش حالا تهش هرچی که میمونه لیوانش رو دوباره توش آب میریزم و یه مقدار میرم بالا سوال بعدی اینه که چند اسکوپ پروتئین بخورم باز هم عین سوال اوله یعنی ما میتونیم بگیم که در واقع یک جواب کلی نداره یک نفر روزی 200 گرم نیاز پروتئینی داره یک نفر روزی 100 گرم یک نفر میگه آقا من میخوام 10 درصد از پروتئین روزانم رو مکمل تامین کنم یکی دیگه میگه آقا من وقت آشپزی ندارم میخوام 50 درصد پس ما باز هم نمیتونیم عدد دقیقی بگیم تو میتونی از روزی نیم اسکوپ بر فرض مثال تا روزی 4 اسکوپ رو از پروتئین وی یا حالا هر دیگه تامین کنی بنابراین اینم سوالش اینه که پاسخ کلی نداریم براش و در آخر هم اینه که شاید برای خیلی از ورزشکاری که توی ایران اصلا سوال پیش بیاد آقا بهترین پروت برند پروتئین وی چیه واقعیتش اینجاست که صنعت مکمل خیلی پیشرفت کرده رفقا درسته که یه سری از برندها خیلی قوی ترن ولی مارکت یه جوریه که توی همه فیلترها خودتون متخصصید دیگه لباس پوشاک نمیدونم ماشین لوازم آرایش معمولا یه سری از برندها حالا به واسطه سابقه‌شون به واسطه سابقه درخشانشون یا هر چیزی یه یعنی مقدار پیشرو میشن بعضی وقتا به نظر من پول برندشون هم میگیرن ولی در کل اگر دسترسی به پروتئینی دارید که ارژین... مطمئنید اورجیناله در کشورهای معتبر اروپا امریکا حالا کشورهای معتبر داره درست میشه به نظر من دیگه واقعا اونقدر ارزش نداره سخت بگیریم که آقا من بهترین برند پروتئین رو مصرف کنم قراره پروتئین روزانه رو تکمیل کنه دیگه حالا به نظر من اگه اورجینال بود و حالا خیالت هم راحته که توی کشور معتبری حالا یه برند قابل قبول میانه تا بالای اونقدر دیگه برای س... براش نباید سخت گیری کرد و به راحتی شما هر پروتئین گیر میاری اورجینال میتونی مصرفش کنید دیگه در رابطه با که دیگه خدا رو شکر انقدر تمهای پروتئین پیشرفته شده مثلا این پروتئین با تمه کرهی بادوم زمینی شکلاتی با تمه شکلات تمهای جدید من میبینم بلوبری میبینم تمهای میوهی میبینم که قبلا نبود الان خیلی زیادتره و دیگه با توجه به سلیقه خودتون میتونید تمهای مختلف هم امتحان کنید فقط تجربه شخصی من اینه که توی پروتئین برخلاف مثلا مکملای نظیر آمینو یا چیزای اون شکلی معمولا با تمه میوهشون خوب نمیشه یعنی مثلا شما با توت و که میخوریم از شرب نمیده معمولا شکلات و وانیل تمایی که خیلی قابل قبول تر برای اکثر افراد و میتونم به راحتی اون رو مصرف کنم تفاوت این دو تا رو با هم دیدیم تقریبا به خیلی از سوالات پاسخ دادیم اگه این ویدیو برات مفید بود ممنون میشم که لایک کنی برای دوستاتم بفرستی که اونا هم استفاده کنن باهوش ورزش کنید خدا نگهدار